شبکه جهانی تلویزیونی بانو، امیدی که یک صبح پر از خوشی و صحت آغاز کرده باشید. زنده باشید. میشه در مورد از این در ابتدا یک تعریف کلی در مورد فعالیت های اجتماعی داشته باشین که فعالیت های اجتماعی در کل چی هست؟ فعالیت های اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی انجام مسئولیت های جامعه بشری توسط ساکنین جامعه که برای رفع یا تحکیم حاکمیت که یک نظام ایجاد میکنن و نظام در برگینده یا به کاتگوری تشکیلات که بخش قوه اجرایه و قوه اجرایه همچنان بخش ملکی و برگشت به افراد جامعه عامه که نهادها و فعالیت های مدنی ایرا تشکیل میتن، ایرا میگه فعالیت های اجتماعی. خب چه خبر در جامعه؟ فعالیت های اجتماعی ترقی کرده و پیشرفت های فعالیت های اجتماعی جوانان چقدر هست؟ فعالیت ها بیایم در کل از یک جامعه سالم اگر امروز ما میبینیم در دیگر کشورهای جهانی فعالیت ها روز به روز رو به پیشرفت هستند و ما که میبینیم پیشرفت ها تکنولوژی ها و روابط روزمره مدرن شده میره، بخش تخنیکی یا الکترونیکی هم بخش فعالیت های اجتماعی که امروز ما مساویانه یک سهولت برای ما ایجاد کردن پیش میره و میایم روی جامعه افغانستان. جامعه افغانستان اگر ما قیاس کنیم با یک جامعه سالم، قیاس به او اندازه تنوز نرسیدیم، چون افغانستان یک کشور عقب مانده محسوب میشن. خب باز هم نظر به ارتباطاتی که به جهان داریم و آمدن مهاجرت ها مهاجرین برگشت به افغانستان و این فرهنگ یا عرف های سیستمی پیشرفته که انتقال دادن به افغانستان خوبتر شده هست و رو به خوبتریشون پیش میرن. خود تانوز هم به شکل کلی اون ارتباطی که در یک جامعه سالمی باشه در افغانستان نیست، خوبتر شده میره. خوب هستن. چی دلیل داره آقای قمی که در افغانستان اینقدر کمرنگ هست فعالیت های اجتماعی و چه دلیل وجود داره و چرا در کشورهای دیگر پیشرفته تر هست؟ ببینین روابط نخستین شرطشون که هستن روابط اقتصادی هستن. یک کشور که توان و قدرت اقتصادی خوبتر داره را آگاستن که ارتباطات خوبتر یا پالیات های نی در داخل و بیرون با دیگه کشورها دارن و دوم نقطه اساسی که هستن تامین امنیت در یک کشور بسیار یک توصیل مهم بالای اون مرویش هایی که در جامعه دارن، بالای سکنین دارن. ما اگر برگشت به جامعه خود بیاییم تنوز ما به او سویه یا به او اندازه مثال ما اگر قیاس شایم نیستیم که دیگر جهان هستن، از این رو ما مشکلات اقتصادی داریم و مشکلات امنیتی هستن، اعلامی هستن که از این رو ما دست باز در این فعالیت ها نداریم. خب حکومت دولت چقدر تانسته در فعالیت های اجتماعی جامعه کمک های بیشتر کنه؟ ببینین اگر ما بیایم در بخش اجرایه یک سلسله مشکلات های هستن در تشکیلات و فعالیت های هون و برگشت، چون نظام بر اصل شایسته سالاری استوار نیستن و یک نکته بسیار مهم و دوم امی روابط یا تشکیل جامعه ما که بر روابط یک رول مهمی دیگر کستن تلیم تربیه هستن، تسلط هم ما عقب مانده هستیم و دیگر مشکلات های که احزاب و غیره سیاسون ایجاد کردن یا هم بعضی مشکلات های به وجود آوردن دولت، اگر بیایم روی دولت تنوز یک فعالیت در این عرصه به شکل کلی که در یک جامعه سالمی باشن تعرض انجام نشدن و بخش عامه که میاییم نهادهای مدنی و این گروه هایی که هستن یک سلسله انجام دادن، چون که
ما ارتباطات ما امروزه جانیستن و ما هم فرهنگ هایی که از بیرون اینجا انتقال دادیم اونم ملت چن هستن که ما روابط یک سلسله خوب تر شده. فعالیت های نهاد های مدنی و سازمان هایی که در راستای توانمند سازی جوانان کار میکنن چقدر توانستن جوانان در فعالیت های اجتماعیشون کمک کنن؟ ببینین یک بخش قوی اجرایی هستن و یک بخش عام هستن. بخش عام که نمایندگی اشخاص نهادها به عهده دارن و نهادها باز بالاخره میای و احزاب سیاسون ایجاد میکنن و یک بخش مهم در تصمیم گیری بعضی فعالیت هایی که قوی اجرایی انجام میتن توسط اینمی نماینده مردم صورت میگیرن و بالاخره دیگه روابط افراد بینشان و یک رابطه خوبتر بین دولت ایجاد میکنن در یک جامعه سالم. ولی برگشت میایم به افغانستان. به افغانستان اگر ما ببینیم امروز ماشاءالله نهادها از حد بالا رفتن ولی فعالیت هایشان آن چیزی که یک فعالیت بنیادی یک کمک به قوی اجرایی داشته باشند تا هنوز نیستن. ما از زیادتر وقت شنیدیم نهادها میگن ما یک نفوذ داریم صرف اونمو چیزی که انتخابات میشه برای کمپاینو برای یا فعالیت دارن به شکل بزنس تنوز یا به شکل قانونی یا حقوقی که در یک جامعه سالم مسئولیت های نهاد خود چی هستن و چی برای پیش ببرن تنوز یا ننجامیدن و این مشکلات ها داریم. خب چی فکر دیگه شما ها از تحصیل نام بردین وقتی که در یک کشور تحصیل نماشه ما شاهد هستیم در خود افغانستان که از لحاظ سواد خیلی ضعیف هست چطور میتونن فعالیت های پیشرفته داشته باشن و نهادها هم شما گفتین که خیلی زیاد از اما فعالیت های همون مسئولیت هایی که باید انجام بسن به دوش رس اما انجام ندادن؟ ببینین خب ما براتون میگم وقتی که یک جامعه تحصیلاتشون به معیار کافی باشن و اقتصادشان درست باشن طبعا نظام شایسته سالاری میه. وقتی که نظام شایسته سالاری آمدن مسلک به وجود میان، تخصص به وجود میان و تحکیم اونمو حاکمیت بر یک نظام استوار و ایجاد میشن و در این عرصه باز هیچ نوع تخطی و چیزا به وجود نمیان. اگر میایم ما برگشت به جامعه افغانستان بیاییم در جامعه افغانستان تا هنوز ما همون نظام اصل شایسته سالاری نداریم و مشکلات اقتصادی استن امنیتی استن. خب علت در کجا میدانیم چرا نداریم نظام شایسته سالاری؟ خب ایره من براتون میگم و ما تا هنوز جانی نیستیم. جانی بودن با اون معیارهایی که مثلا من براتون اشاره کردیم معیارها ما تا هنوز نداریم، یک کشور عقب مانده هستیم ولی ساختار داریم، از هر گونه ساختار گرفتیم تا هنوز در جابجا ساختن یک نظام سالم ما موفق نشدیم. خب همه سبیه سر از این صحبت کنیم که اگر در یک اجتماع امون نقش های اجتماعی در کل به صورت درستر رایت شد چقدر برای پیشرفت یک جامعه تاثیرگذار هست و چقدر میتونه یک جامعه را رو به روشنه سوق بده؟ ببینین من براتون میگم وقتی که در یک جامعه از هر لحاظ ما ساختار ما سالم باشن، باورها و اعتمادها و در فعال ازی ارتباطات ما بین ما و رشد تفکرها و نه تنها به داخل بیرون همچنان ما وصل میسازیم و این یک کمک یا یک نیروی در کل یک نیروی قوی تر در جامعه ایجاد میشه و یک سهولت به وجود میارن. این نقاط اساسیشون است. راکت ها و روش هایی را که شما توصیه میکنین برای همه که تا باشه که جوانان امون مسئولیت های اجتماعیشان را به خوبی حمل کنن چی هست؟ ببینین ما پیشتر براتون اشاره کردیم درست است ما مشکلات داریم، بخش اجرایی هم تلاش دارن ولی تنوز چیزی که سالم است صورت نگرفتن. بالخصوص از جوان ها اینمی نقاط مهم هستن که باید یا نخست با هم یک دست شون با داشتن مشکلات در جامعه
مشکلاتی که دارن درست است. خب بازم یک دست شون و تسهیلات کنن، با داشتن مشکلات تسهیلات داشته باشه و یک نظام یا یک حکمیت جوان رو یا با داشتن مشکلات باید ایجاد کنن و مبارزه کنن. من فکر میکنم یک رول بسیار مهم در فعالیت های اجتماعی جوانان میتونه که انجام بدن. خب جوانان خودشان چقدر در ساختا و نقش های اجتماعی خواهند تاثیرگذار هستند و چقدر میتونن نقش خوب را ایفا کنند؟ من براتون گفتم در جامعه انتقال مسئولیت آینده یک کشور یک جامعه به دست جوان است. بله. اگر ما جوانا از هر لحاظ آمادگی در اون مقطع زمانی که ما میرسیم اگر داشته باشیم، میشه که امو مسئولیتی که باز از قبلا برای ما انجام میشن یا برای ما مسئولیت سپرده میشن، ما میتونیم اگر آماده باشیم با تمام معیارها میتونیم او را بسیار به خوبی انجام بدیم، ولی اگر آماده نباشیم باز بسیار کمکاستی و بسیار مشکلات ها وجود میاد. خب جناب غمی درخید، از شما پیام میشنم که به حکومت دولت و بر خود جامعه، به خود مردم جامعه چیست؟ ما در بخش اجرای علمی تفسیری ماستند که اصل شستصوری نظام به وجود بیارن و دوم چیز مهمی که هستن از نیروی جوان استفاده کنن. امروز ما که میبینیم ماشاءالله جوانای ما حتی به سبیه دکترا تحصیلات دارن، میتن که یک میشه که یک متخصصین مجموعی ساختارشون از نیروی جوان با تحصیلات پیشرفته استفاده کنن، بسیار یک رول مهم دارن. و دیگه برای جوان ها مهمترین چیزی ما هستن که فهمه که با جوان ها با هم باشن، با هم دست یک اجماع بسازن و کار کنن. در این مورد در بخش اجرای بعضی پیشنهادها و بعضی طرح ها باید داشته باشن در بخش اجرای تا همی فعالیت های ما یک ذره بهبود و خوبی رونقی ایجاد کنن. اینمی نقاط اساسیشان هستن. ما فکر میکنم اگر جوان های ما و کارشان یک رول بسیار مهم خواهند داشتن. سپاسگزارم که تشریف آوردید. شما همچنان که برای ما وقت دادید. تشکر. زنده باشید. دوستان عزیز، یک وقت میگیریم، بعد از وقت دوباره برمیگردیم. ما را همراهی کنید.